بله بینندگان عزیز گرامی، سلامی مجدد خدمت شما عزیزان. و دیدید این سارقان دین و ایمان همانطوری که سارقان مال و ناموس ملت هستند، دین و ایمان انسانها رو خاصتا شیعیانی که با احساسات و عواطف پاک، واقعا یعنی من یقین دارم که اکثریت شیعیان واقعا اهل بیت رو دوست دارن، واقعا دوست دارن، یعنی از صمیم قلب دوست دارن، منتها راه رو گم کردن. همونطوری که من بارها گفتم، نصارا یا همین مسیحیایی که امروز سه خدا میپرستن، میگن که عیسی پسر خداست و روح القدس نمیدونم فلان خداست، اینا عیسی رو که وقتی گفتن پسر خداست، فکر نکنید به خاطر دشمنی با عیسی این حرف رو زدن، به خاطر محبتی که داشتن به عیسی علیه السلام گفتن که عیسی پسر خداست، یعنی نزدیکترین انسان به خدا، یا اصلا انسان نیست، چیزی ما بین انسان و خدا. به خاطر همین گمراه شدن، کافر شدن. و امروز خیلی از شیعیان به خاطر غلو و افراطی که در مورد اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارن، به طرف گمراهی رفتن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، چون این مشکل از اون زمان شروع شده بود، از زمان خلافت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، در نهج البلاغه میفرمایند که هلک فی رجلان، در مورد من دو شخص به هلاکت رسیدن، محب غال و مبغض قال. اون محبی که، اون دوستداری که در دوستی من غلو کرد، افراط کرد، و اون دشمنی که در دشمنی من کینه ورزی کرد و حرفای ناشایست رو به من نسبت داد. و به همین دلیل است که ما باید مسلمانان در حد وسط بین افراط و تفریط باشیم. آنچه که الله سبحانه و تعالی از حقوق و واجبات اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ما فرض کرده، و من بارها گفتم که این اعتقاد ما اهل سنت است که محبت علی و آل علی و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از فاطمه زهرا گرفته تا سیدنا مهدی رضی الله عنه اجمعین که در آخر الزمان میاد، محبت اینها جز ایمان ماست، محبت اینها جزی از محبتی است که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، به خاطر الله و به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو دوست داریم. اما این دوستی هیچ وقت نباید دلیل بشه برای اینکه ما بیایم در مورد اونها کفریات و شرکیات بگیم و چیزایی رو به اونها نسبت بدیم که در اونها نیست. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی در مورد خودشون در قرآن کریم صحبت میشه، میگه انا بشر و مثلکم، من مثل شما یک بشری هستم. فرق ایشون با بقیه بشر این بود که الله سبحانه و تعالی اون درجات نبوت رو به ایشون داد، وحی رو بر ایشون نازل کرد، و الا اگر ایشون ملکی می بودن که از آسمان اومدن، امروز ما نمیتونستیم با ایشون اقتدا بکنیم. مردم بهانه می آوردن که خب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرشته بودن، ما که فرشته نیستیم، اما الله سبحانه و تعالی از بین ما انسانی را قرار داد و ایشون رو به این فضیلت و مکانت نبوت و به اون جایگاه رفیع رساند که ما پیروی بکنیم از ایشون. ولکن فی رسول الله اسوه، وقتی الله سبحانه و تعالی میگه ایشون الگوی شماست، رسول الله سرمشق شماست، الگوی شماست، به خاطر اینکه ایشون بشری بودن مثل ما. منتها چیکار میشه کرد؟ این مملکت افتاده دست یک مشت آخوندی که نه از دین باخبرند، نه از قرآن باخبرند، نه از اهل بیت، نه از صحابه، نه از رسول الله صلی الله علیه و سلم. شاید سالها بعضی از شما عمری ازتون گذشته باشه، در مجالس عزاداری ها نشستید، در سخنرانی های این آخوندا مداحی که میشه، شما رو به خدا چند درصد از فضائل و کرامات و ویژگی های اخلاقی سیدنا حسین و یارانشون
و دیگر اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میشه. اگر سخن از علی بگن، یک علی ترسوی بزدل که حتی از ناموس خودش نمیتونه دفاع بکنه به شما معرفی کردن. اگر از حسن بگن، یک حسنی که نه جرأت داره نه شهامت داره، طوری که در کتاباشون گفتن که مذل المؤمنین، ذلیل کننده مؤمنین. اگر در مورد حسین صحبت بکنن، غیر از مظلومیت، غیر از آی خونش ریخته شد، آی دستش رو زدن، آی پایش رو قطع کردن، آی گردنش رو بریدن، آی فلان کردن، که آی با اهل بیتش فلان شد، نمیدونم در اینجا زیر سم اصل لگد مالش کردن، یک کمی به عقب برگردید، زندگی حسین فقط کربلا نبوده. ایشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده. ایشون یکی از سروران و سرداران اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. کمی در مورد ایمانش صحبت بکنید، کمی در مورد جهادش صحبت بکنید، کمی در مورد شخصیتش صحبت بکنید، کمی در مورد فضایل اخلاقی و اجتماعیش صحبت بکنید. اما فقط به سر و کله خودشون بزنن، های حسین رو کشتن، های حسین رو بردن، های حسین رو بستن. غیر از این موارد مگر چیز دیگه از زبان اینها در حسینی‌ها و در مدعی‌هاشون یا از زبان آخوندها شنیدید؟ اصلا اینا شایستگی اینو ندارن که در مورد حسین و اهل بیت حسین و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنن. حالا من یک کلیپی از نمونه ای رو خدمتتون نشون بدم. حضرت آیت الله نمیرالمومنین جنتی، خطبه هم خطبه نماز جمعه تهران، یعنی در جمهوری به اصطلاح اسلامی بزرگترین مرکز برگزاری نماز جمعه شون در پایتخت است، در دانشگاه تهران. قبلا که در مورد نماز جمعه صحبت کردیم که اصلا اعتقادی به نماز جمعه ندارن. الان هم که از خامنه‌ای گرفته تا جنتی تا خاتمی، هر کسی که امام جمعه در تهران هست میگن امام جمعه موقت، چون عقیدهشون بر اینه که امام جمعه حقیقی باید به اصطلاح امام باشه، و چون که عزت صاحب زمانم از ترس پاره شدن شکمش، البته صاحب زمان اینها نه صاحب زمان ما، از ترس پاره شدن شکمشون فرار کردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. اینا همه امام جمعه موقت هستن. حالا اینا بهترین هاشونن که اینها رو میارن در این جایگاه قرار میدن. ببینیم علم و فهم این آقای نمیرالمومنین رو در مورد قرآن، یعنی آیاتی رو در این خطبه شما از زبان این حضرت آیت الله نمیرالمومنین جنتی میشنوید که واقعا تعجب میکنید. احمد جان میشه نشون بدید این تصویر رو؟ ببین اون به چه سرنوشتی دچار شد؟ این نمارید الله لیاد بان که مرس اهل البیت فیه بحنکم تفتیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟ انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره هی خوفون یوما کان شره مستطیرا انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره شهادت اونایی که میگفتن ارر ابصار قلوبنا بدیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصل الی معدل العدمه و تشیر ارواح و معلقت علم قدس خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره هی خوفون یوما کان شره مستطیرا انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره شهادت اونایی که میگفتن ارر ابصار قلوبنا بدیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصل الی معدل العدمه و تشیر ارواح و معلقت علم قدس خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم هل عطا کجا رفت؟ انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره هی خوفون یوما کان شره مستطیرا انما نوثقم کم لمجه الله لا نرید منکم جزا مر یوفون به نادره شهادت اونایی که میگفتن ارر ابصار قلوبنا بدیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصل الی معدل العدمه و
تسهیل ارواحنا معلقتا به قدس خدا یا من دلم بخواد تو رو ببینم. بله بینندگان عزیز گرامی، این است حضرت آیت الله نمیرالمؤمنین جنتی امام جمعه تهران. خب ملتی که امام جمعه تهران این وضعش باشه، شما رو بخدا این داره چی میخونه؟ احمد جان دلش سوخت میگه تو رو خدا بس بکن که این داره میمیره. یعنی من تعجب میکنم، یعنی یک کسی یک آخوندی پیدا نمیشه که 4 تا آیه قرآن رو درست بتونه تلاوت بکنه بیارن در اینجا. وقتی که زمام امور مملکت دست این گونه انسان ها باشه، شما چه توقعی دارید که وضعیت عموم مردم چگونه خواهد بود؟ اینها هستن که ملت رو، امت رو به بدبختی کشوندن، چه در ایران و چه در کشورهای دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خدا قوت، خسته نباشید برادر انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. ببخشید من امروز یک کشفی کردم. من فکر میکنم این آقای جنتی همون امام زمانه، چون 1200 ساله که زنده نمیمیره و امروز هم ثابت کرد که قرآنی که 17000 آیه داره اون هم خونده. دیگه چی میخواین ازش؟ الله تعالی حفظتون کنه برادر. خدا خسته نباشید. سلامت باشید. تشکر از شما.